تصمیم 38 امر الله صالح. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. امر الله صالح در صفحه رسمی فیسبوکش می نویسد: تصمیم 38، جلسه 6:30 صبح یکشنبه تاریخ 9 قوس مطابق به 29 نوامبر سال 2020 میلادی. اول، امروز 14 تن از ولسوال‌های کابل از مشکلات در ساحات خود با جلسه 6:30 گزارش دادند. شنیدن مشکلات حس عجیب ایجاد می کند. از یک طرف متوجه می شویم که چه فرصت‌هایی که با خاطر تنبلی و کاهلی از بین رفت و در ضمن چه تشنگی که در وجود مردم با خاطر خدمت است، ما به طرف فرصت‌هایش بیشتر می بینیم. با نمایندگی از همه آقای پتنگ، از موسهی، سولمل، از بگرومی، شاه محمود ابراهیم خیل، از سروبی و عظیم خان از گلدره صحبت کردند. فیصله به این شد که ولسوالها برنامه استفاده منظم از زمستان را در بعد امنیت و بسیج جامعه تا یک هفته دیگر ترتیب نموده و دوباره در جلسه 6:30 اشتراک می نمایند. با توانمند ساختن بی سابقه ولسوالها باید در زمستان تمام عناصر ضد نظام را از ساحه بیرون سازیم و زمینه را برایشان تنگ و در نهایت هیچ سازیم. اولین بار است که ولسوالها در هماهنگی رخ در رخ با تمام نظام امنیتی کابل قرار می گیرند. این انسجام را نه در محور شخص بلکه در محور نهادها تقویت خواهیم نمود. رنج اساسی در بسیاری موارد نبود و کمبود منابع و امکانات نیست، بلکه نبود تحرک و ابتکار است. این بار ما نمی گذاریم که افکار و ابتکارات ولسوالها منجمد باقی بماند. ایجاد تحرک در ولسوالی ها در چارچوب میثاق امنیتی یکی از اهداف و برنامه های اساسی ماست. دوم، از 13 تن منصوبین گمنام و بیریای پلیس که در 48 ساعت گذشته در عملیات های موفق و مهم از خود ابتکار نشان داده بودند، قدردانی صورت گرفت. 9 تن از این منصوبین مربوط به حوزه دوم و 4 تن دیگر مربوط به حوزه 11 می شوند. روند رسیدگی به آنهایی که اصل کار را انجام می دهند ادامه خواهد یافت. تقویت صفوف و تحکیم بنیاد تمام نهادها یکی از اصول اساسی میثاق امنیتی است که با جلسات 6:30 اجرا می گردد. اکنون تمام حوزات می دانند که چه تعداد از امریه های سارنوالی نا اجرا باقی مانده است و برای پیشرفت و قضاوت از عدم پیشرفت معیاری های واضح که به صورت روزمره قابل سنجش است ایجاد گردیده است. سوم، کابل، این قلب پرتپش افغانستان، دیروز باز هم گواه 5 رویداد ناگوار بود که 2 حادثه تروریستی و 3 حادثه جرمی بود. حمله به موتر قضات در خیرخانه و حمله بر موتر آقای فکوری بهشتی وکیل مردم در ولیسی جرگه در شهرک حاجی نبی هر دو ماین کنار جاده گفته شد. در هر دو بخش سرنخ در اختیار ما قرار گرفته است. من بر ریاست دفتر خویش هدایت دادم که به صورت منظم و دوامدار آقای فکوری را از پیشرفت در جریان قرار بدهند و اگر خواستند می توانند شامل در تحقیقات گردند. از اینکه به خانواده محترمشان آسیب نرسید خوشحالیم. با همین منوال زخمی های حادثه خیرخانه را نیز به صورت منظم از پیشرفت تحقیقات در جریان قرار خواهیم داد. چهارم، به خاطر تسرع روند ثبت موترهای بی اسناد، فیصله به عمل آمد که تمام نهادهای زیربط امروز جلسه دایر نموده و راه حل برای کندی در پروسه را پیدا می نمایند. شماری شکایت دارند که چگونه موتر خود را الا ساحه چک برسانند. این مشکل را تا فردا حل نموده و برای تان احوال معلومات خواهیم داد. متاسفانه که کار ریاست احصایه مرکزی در قسمت توزیع تذکره الکترونیک خیلی کند است. جای تاسف و یأس است. هیچ فکر نمیشد که این اداره با تمام سرمایه گذاری که بالایش شده است و در قسمت کلیدی ترین وظیفه و رسالتش یعنی توزیع تذکره به این اندازه اساس کند و بیشیمه پیش می رود. توقع این است که در این ریاست کلیدی تحرک ایجاد گردد، آقای رسولی توجه نماید. پنجم، با اساس اعترافات ادریس به سر زیر سنگ که میخواست انفجار کند، نوجوان دومی را به اسم نوید که میخواست به تشویق گروه طالبان در مکتب نزدیک خانهشان انتخار نماید دستگیر گردید. این نمونه از جنگ و وحشت طالب است.
این نمونه از نوع استفاده طالب از نوجوان این کشور است. برای جزئیات بیشتر امید است که با دفتر مطبوعاتی من و بخش مطبوعات ریاست عمومی امنیت ملی در تماس شوید. شماری از دستاوردهای بسیار مهم و حساس دیگر امنیت ملی بنابر مسئولیت عملیاتی تا فردا و یا پس فردا معطل خواهد شد. در این دستگیری ها افراد شاملند که مستقیما در ترورهای هدفمند و بمبگذاری های شهری سبحانه دست داشتند. حتما فردا یا پس فردا شما را در جریان قرار خواهیم داد. ششم، به شکایت مردم راجع به یک حلقه کلاهبردار که زیر نام جنایی حوزه سیم فعالیت دارد رسیدگی میکنیم، مطمئن باشید. هفتم، به شکایت مردم در ارتباط به کلاهبرداری توسط شرکت کیونت رسیدگی خواهد شد. هشتم، با شکایت مردم در ارتباط با لانه دزدان و جعل کاران در پشتون مارکت رسیدگی خواهد شد. کسی که با اسم خلیفه که سرباند 50 نفر دزد و کیسه برست برملا شده است، این قضیه ختم خواهد شد، مطمئن باشید. نهم، مشکل سیم کارت های بی اسناد را در شهر کابل حل می نماییم. این مشکل را تا 10 روز دیگر به صفر خواهیم رسانید. حرفتان را شنیدیم و اقدام می نماییم. دهم، با شکایت مردم از ساحه مردان غیب در قلعه زمان خان رسیدگی می شود. اوباش هایی که ساحه را تسخیر کرده اند با پنجه قانون سپرده خواهند شد، مطمئن باشید. یازدهم، سطح رضایت مردم از جلسه 6.5 به خاطر تطبیق میثاق امنیتی کابل بالاتر از 90% شکایات و ابراز نظرهای انتقادی 9%. 1% را که گویی شما اگر فکر میکنید معلومات نشر شده در این نوشته واقعیت های شما را منعکس نمیسازد، لطف کرده نظریات خویش را با ما شریک سازید. اولین بار است که ما از رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی به عنوان وسیله حکومت داری باز استفاده استراتژیک می نماییم. این یکی از طریقه های موثر دخیل سازی و سهم سازی مردم در حکومت داری است، پس از این داشته استفاده موثر نمایید. از نظریات و به خصوص اطلاعات شما استقبال نهادینه می نماییم. دوازدهم، در پهلوی نصب عکس های توریستان در دروازه های کابل سر از فردا فهرست نام های این جنایت پیشگان را با عکس های آنها در بروشورها و اوراق مشابه به اوراق تبلیغاتی به مساجد کابل و وکالای گذر توزیع خواهیم نمود. هر هموطن ما که بتواند در ردیابی و مقیاد یابی آنها کمک کند، معنایش جلوگیری از کشته شدن انسان های بی گناه خواهد بود. تنها دولت قوی می تواند از عزت هر فرد حراست نماید، پس به خاطر خود با دولت خود همکاری نماید. نوت اول، میثاق امنیتی. با شمار زیادی از اعضای ولسی جرگه در دیدارهای فردی و دست جمعی توضیح و توضیح گردید. بعضی از وکلا از اینکه این سندها هویه معلومات عمیق و جزئیات موضوع به موضوع و محل به محل است ابراز تعجب می کردند. قرار است این وکلای با عزت نظر و تحلیل خویش را در مجالس شورا بیان کنند و آنهایی را که ناخوانده مخالفت کرده اند دعوت به راه خیر و خدمت به مردم نمایند. نوت دوم، در گزارش زمینه شما فیصدی پیشرفت در حوزات پلیس را مشاهده می نمایید. البته این روش برای فعلا تنها در مبحث مبارزه با جرم و پیشگان است با کار گرفته شده است. در بخش توریسم نیز تلاش داریم که با مد نظر داشته تفاوت ها در موضوع و با ایجاد اندک تغییر در متد کار وضعیت را به صورت بنیادی دگرگون سازیم. همکاری کنید تا کشور بر رستگاری و فضای آری از جنایت و ترور برسد. نوت سوم، یک بار دیگر اطمینان می دهم که در تطبیق میثاق امنیتی هیچ نوع روش دور زدن از نهادهای اساسی و رسمی وجود ندارد. اساس این استراتژی در توانمند سازی نهادها و تقویت انگیزه است. ما به تمام نهادها در رده عملیاتی فرصت ایجاد می نماییم که امور ناممکن، سخت و آسان را فهرست نمایند. با آنها کار می نماییم که ناممکن را به سخت، سخت را به آسان و آسان را در یک مدت معین انجام دهند. و مردم خویش پاسخگو هستیم. فعالیت کنونی ما نوعی از حکومت داری باز با اشتراک مستقیم مردم است، با مردم بودن پشیمانی ندارد. آنهایی که این روش را رد می کنند از قدرت مردم حراز دارند. نوت چهارم، دومین جلسه به خاطر تطبیق میثاق امنیتی با مسئولین 8 ولایت افغانستان داری گردید. امید است که جزئیات را در صفحه معاونیت اول بخوانید و اگر ساکن ولایات شامل در جلسه هستید همانند کابل نظر بدهید تا اقدام نماییم. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. خدا نگهدار.